با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و تریبون کارگری با رفقا ستار رحمانی و علیرضا نبایی هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از رویکردها در جنبش کارگری ایران. درود بر تو ستار عزیز. درود بر شما رفقا و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. همچنان رسول بداغی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و بسیاران دیگری از معلمان مبارز ایران، مردان شریف علم و دانش در زندانها به سر میبرند و بسیارانی از جنبش خیزش انقلابی جنایی در زندانند و بسیاری دیگری از فعالان زیست محیطی، فعالان کارگری یا در زندانند و یا همچنان دستگاه امنیتی در حال پرونده سازی برای آنهاست. رویکردهای متفاوتی برای آزادی این عزیزان همچنان در جریانه. شاهد این هستیم که نامهای این عزیزان همچنان در همه تظاهراتها و اعتراضات دیده میشه. نامها و تومارها نوشته میشه. نامهای سندیکاها و اتحادیه‌ها و نهادهای مستقل و ترقیخواه بین‌المللی در این رابطه مدام در حال انتشاره، اما همچنان این عزیزان در بندند و مبارزه برای افزایش دستمزدها، بهبود شرایط زندگی معلمان و دیگر مزدبگیران همچنان هزینه‌اش زندان است. شما این رویکردها رو چگونه دستبندی میکنید؟ ببینید، سرکوب حاکمیت در قبال فعالین صنفی از جمله معلمان و بقیه بخشهای کارگری از سال 1401 بگیریم شدت پیدا کرد. بعد از اون سناریویی که درست کردن برای معلمان و کارگران و تعداد زیادشون رو گرفتن، سناریو هم دیدار با دو معلم فرانسوی بود و بعد از اون اتفاقاتی که در 25 شهریور انقلاب زن زندگی آزادی شروع شد، مسلما حاکمیت وحشت کرده بود از این انقلاب و در حقیقت بانی و باعث این نوع اعتراضات رو که در سطح عالی‌تر نسبت به اعتراضات 98 و 96 بود، اعتراضات همین معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و کارگران میدونست. بنابراین هدف اتاق فکر رژیم بعد از سرکوب موقتی اعتراضات عملا این بود که رهبران و لیدرها، به قول خودشون لیدرهای این جنبش را هر گونه که میتونن تحت فشار قرار بدن. در این رابطه اومدن آموزش پرورش را کردن مرکز تله‌ای برای دستگیری معلمان و آموزش پرورش برای اینکه بتونه معلمان را دستگیری بکنه، اولا نیروهایی را در داخل مدارس در سال گذشته و امسال جا داد و اینا اومدن شناسایی کردن. آموزش پرورش برای اینکه بتونه معلمان رو دستگیر بکنه اینا رو فراخوان میداد، در مدرسه نمیتونستن بگیرن. بسیاری از معلمان رو خود آموزش پرورش به عنوان مرکز جاسوسی و مرکز تله این کار کرد و تعدادی رو صدا میزد. نمونه ای رو که چندین نمونه ای رو که من دنبال کردم این بود که فرض کن مدیر کل آموزش پرورش معلم رو صدا میزنه، میگه بیا در رابطه با رتبه بندی صحبت کنیم. بعد قبل از اینکه وارد معلم وارد اون اداره بشه، نیروهای لباس شخصی دستگیرش میکنن. چندین نفر اینجوری دستگیر کردن بردن و دلیل این هم نمونه هایی که گفتن این بوده که میترسیدن که دانش آموز در مقابل دانش آموزان این کار بکنن و چون باعث اعتراض بیشتر میشونه. بنابراین یه نقطه که عوض شده از بعد از انقلاب زن زندگی آزادی اینه که خود آموزش پرورش الان مرکز جاسوسی، مرکز تله برای معلمان شده.
از طرف دیگه حاکمیت سرکوب رو فقط با دستگیری و احضار و اینا به تمام نرسونده، حتی حقوق معلمان رو ماها قطع کرده، رتبه بندی رو میان بر اساس اینکه چقدر طرف به حاکمیت نزدیکه میدن و اونایی که معترضن رتبه بندی رو یا میارن پایین یا اصلا بهشون تعلق نمیگیره و همینطور بسیاری رو زود بازنشسته کردن قبل از موعد بازنشستگی، اینا رو مجبور کردن که قبول بکنن برن بازنشستگی، بعد بازنشستگی هم حتی اینا اون رتبه بندی رو ازشون کم کردن و یا تحت فشار قرار دادن، حقوقشون ندادن. این مجموعه رو اگه بر چند مثال بریم جلو متوجه میشیم که چرا این کمپین در حقیقت کمپینی بود که در این شرایط اجتناب ناپذیر بود. ببینید مثلا پیروز نامی که عضو هیئت مدیره و دبیر کانون صنفی کانون فرهنگیان خوزستان رو بود، اینا با اتحاب نشر اکادمی تبلیغ علیه نظام شرکت در تجمعات غیرقانونی گذاشتن، خب فراخوندن، در صورتی که پیروز نامی قبلا هم بازداشت شده بود، آزاد شده بود، اصلا پروندهش در حقیقت مخدومه اعلام شده بود. بعد اومدن علاوه بر پیروز نامی، علی کروشاتی رو دوباره در همون استان فارس بازداشت کردن. ببینید ما از حالا در رابطه با بقیه بخوایم اسم ببریم، در کردستان تعداد بسیار زیادی بخصوص شهر مریوان اصلا مرکز سرکوب معلمان شده، در سنندج همینطور، در شهرهای دیگه هم همینطور، و بسیاری از اینا مجبور شدن که نه تنها شغلشون از دست دادن بلکه مخفی زندگی میکنن و شاید تعدادی فرار کردن. این خانم سارا سیاه‌پور رو بدون هیچ دلیلی دوباره احضار کردن، براش حکم دادن و همینجور اگه بشموریم بریم که اصلا وقت ما گرفته میشه اینجا، اینه که به تعداد دیگه نمیپردازیم. اونایی هم که تو زندانن کماکان مورد اذیت آزار قرار دارن و علی رغم این که قبلا محاکمه شدن و حکم گرفتن دوباره دارن اذیت آزارشون میکنن. این مجموعه شرایط به نظرم باعث شد که خب ما معلمان باید بدونیم که چیکار میشه تو این شرایط کرد. اولا مدارس تعطیل است، فصل تابستانه، بسیاری از معلمان رفتن خونه هاشون و دانش آموزان همینطور، و شرایط سرکوب رو هم که گفتم زیاد شده. در این شرایط معلمان دیدن که بهترین حالت مبارزه و مسالمت آمیزترین حرکت امضا جمع کردن، اومدن 1200 نفر از معلمان شناخته شده واقعا معتبر و قابل اعتماد مردم و دوست داشتنی رو، اینا نامه نوشتن به تمام سه قوه قضایی مقننه و اجرایی نوشتن مجریه، اما این نامه رو که بردن هیچ کدوم تحویل نگرفتن، فقط در مجلس شورای اسلامی این اومدن نامه رو گرفتن، گفتن حالا یک کاری میکنیم، که بعدا هیچ کاری هم نکردن. خب تصمیم گرفته شد که این تعداد معلم، تصمیم گرفتن که این رو علنی بکنن، نامه سرگشاده نوشتن و گفتن که ما نامه رو آوردیم و به شما بدیم ولی تحویل نگرفتید و به همین دلیل ما داریم در حقیقت کمپین میکنیم. و این نامه ها رو به هر دلیل، چون نامه ایه که علنی هست و با اسامی هستش، شاید نامه چندان رادیکال نباشه، شاید با اون شرایطی که کلیت رژیم رو 97% این آماره، 97% معلمان مخالف رژیم جمهوری اسلامی، دستگیری، بازداشت و شرایط مدارس و حقوق و غیره خودشون هستن. و خب امضا شروع شد، امضا 100,000 امضا و 22,000 نفر با وجود فیلترینگ و فصل تابستان، عدم ارتباط معلمان، تا اینجا امضا کردن. من به نظرم تا اینجاش باید بگیم که با وجود این شرایط
این امضا موفق بوده، اما مشکلاتی که حاکمیت علاوه بر سرکوب و بازداشت اون مسائلی که گفتیم کرده، اومده یه سری تخریب کنندگان و تخریب کنندگان را در گروه های مجازی که اینا وابسته به حاکمیت هستن شکل داده. سه تا مورد را من دنبال کردم و آقای رحیمی شادم که در این رابطه فعال هستن اینا مطرح کردن. یکی این که اینا میان میگن آقا با کمپین تا حالا کسی آزاد نشده پس فایده ای نداره. میان برای اینکه این خود این کمپین رو معلمان نیان امضا بکنن اینا مطرح میکنن. دوم میگن کمپین به دنبال مصرف کردن احساس نارضایتی و اعتراض معلم هاست. خب این کمپین نه کسی رو از میدان به خونش کشونده یا مانع کسی شده که بیاد به میدان، میگه ما مخالفیم میخوام معلمان آزاد بشن. اینم مشخصا از نوعی از این نارضایتیه که وارد این کمپین شده. بعد به نظر من اینها یه نکته دیگه ای هم که خیلی زیاد در میدیه ها مطرح میشه، میگه اینا وابسته به دشمن و خارج هستن، امضا نکنید. هر کی امضا بکنه تهدیدی که میکنن، هر کی اسمش ما اسامی رو کنترل میکنیم، تقسیم بندی میکنیم، تقسیم بندی هم شده بر اساس استان ها شناسایی میکنیم و دیگه بقیهش هم که میدونید دیگه وقتی این مسئله پیش میاد. بنابراین این نوع سرکوب واقعا بی سابقه است. یعنی خود الان هم اکنون خود آموزش پرورش داره دنبال میکنه این کسایی که امضا کردن اینا رو مورد اذیت آزار قرار بده. این مسئله آیا میتونه معلمان رو ساکت بکنه به این اعتراض نپیوندن یا نه؟ ببینید بله تاثیرگذار بوده تا کنون و تونسته تا حدودی اون بخش که همیشه منتظرن اتفاقی بیفته و اینا معمولا یا شرکت نمی کنن در اعتراضات یا شرکت می کنن زمانی که ببینن کمتر بهشون ضربه وارد میشه. بنابراین کاری که اینا می کنن، کاری که این امضا می کنن، میگه ما بر اساس اصل 26 27 و 168 قانون اساسی داریم این فعالیت رو می کنیم. می خوام این پیام رو به معلم ها بدم که ببینید مسالمت آمیزترین اعتراض با این کمپین و اگر شما نیایید این بحث خود این کمپین، اگر شما نیایید شرکت بکنید، نه تنها کمک کردید به حاکمیت که حقوق شما رو بیشتر ضایع بکنه، نه تنها کمک کردید که حاکمیت بتونه بیشتر از ماها رو معلمان رو دستگیر بکنه، بلکه کل جامعه و دانش آموزان خودتون و خانواده هاشون که هزاران نفر در ایران جونشون از دست دادن به خاطر زندگی بهتر، به اینها کمک کردید. این بحثه، یعنی بحث رو باید به گونه ای برد که دو تا جبهه هست دیگه. جبهه حاکمیت این نیست که مستقیما ما بریم از حاکمیت دفاع کنیم، همین که حرکت نمی کنیم، همین که عقب نشینی می کنیم، همین که تحت تاثیر این تبلیغات حاکمیت قرار میگیریم، من به نظرم این عقب نشینی کمک به اون چیزی که حاکمیت میخواد بعد اینجوری رو مطرح کرد و اونا همین را همین سیاست رو میخوان جلو بره تا معلمان نتونن وارد میدون بشن. برای که معلمان تنها تشکل مستقل سراسری تا کنون تونستن بمونن، اکنون وضعیتی رو فراهم کردن که اون به قول خودشون لیدرها رو تحتش سخت‌ترین شرایط قرار دادن، هر روز به خونه هاشون میرن، هر روز از حقوقشون کم میکنن، رتبه بندی نمیدن، زندانی میکنن. این مجموعه شرایط ببینید اگر عقب نشینی بشه، اگر ما نیاییم معلمان و حتی خانواده دانش آموزان، خود دانش آموزان دختر که معلمان مگه نبودن از شما در مقابل این مسموم کردن شما در مدارس از شما دفاع کردن، باید از معلمان دفاع کرد و این یکی از راست، این همه راه نیست. معمولا ببینید جنبش یه طرفه نیست، یک سره نیست، یه خط نیست که ما فقط بگیم
یا باید بریم تو میدون، یا باید تحصن باشه، یا مثلا فلان. این راه‌های مختلفه. در این زمان که معلمان پراکندن، دانش آموزان نیستن، خانواده‌هاشون در ارتباط نیستن و شرایط سرکوب بسیار بسیار وحشتناک بی سابقه است، به نظرم این کمپین مسالمت آمیزترین و مفیدترینه برای اینکه بتونه روحیه معلمان رو برای مهر ماه جمع بکنه. این اساس حرکته که بتونیم جمع بکنیم. بازم برمیگردیم به این چیز. ممنونم ستا جان. عزیزای گرامی، درود بر تو. ما به درستی رفیقمون ستار گفت که تابستان است، تابستانه و معلم ها در خانه هاشونن، بسیاری در شرایط بسیار بسیار اسفناک اقتصادی به سر میبرن، فشارهای اقتصادی به شکل بسیار وحشتناکی کمر همه مردم رو شکسته، نان اینگونه گران شده و سفره ها روز به روز خالی تر میشه، هزینه های هر گونه اعتراض به شکل بسیار بسیار وحشتناکی در حال بالا رفتن، هزینه هایی که مثل یک مرگ بر زندگی های مردم جاری میشه، اخراج از کار، بیکاری، دستگیری ها، محرومیت از بسیاری از امکانات اجتماعی، همه با همه در کناری در شرایطی داره صورت میگیره که جنبش اعتراضی داره خودش رو نزدیک میکنه به سالگرد مرگ و قتل فجیع مهسا امینی. تو این شرایط معلمان در واقع، ما تو همه شرایط دیدیم که اعتراضاتشون فریادهای نام زندانیان سیاسی و خصوصا معلمان زندانی است که فریاد میشه و این کمپین به شکل‌های مختلفی ادامه داره. روی کرد شما چگونه است؟ چون ما توی بازنشستگان هم ما رویکردهای مشابهی رو در واقع شاهدیم و رویکردهایی که تا حد زیادی میشه گفت که از یک تنوعات مختلفی در این مبارزه نشأت میگیره. اینو شما چگونه میبینید؟ با درود به شما رفقا ستار و علی و تمامی بینندگان تلویزیون برابری. ما تو برنامه های قبل گفتیم که این یک شکل از مبارزه هست، کمپین، و باید ازش حمایت کنیم. حرف ما در اصل همینه و این به معنای این نیست که اشکال دیگر مبارزه رو نفی بکنیم و طبیعتاً اونا هستن، سازمان دهندگان هستن که تصمیم میگیرن در فصل تابستان، در فصل پاییز، تو دیگر فصل ها چه اشکالی از مبارزه رو متناسب با شرایط انتخاب بکنن و در دستور کارشون بذارن. اما یه نکته ای که اینجا هست، کمپین به نظر من نامی رو که انتخاب کرد متناسب با وضعیتشون نبود، یعنی یه ارزیابی که داشتن اسمشو گذاشتن 100,000 امضا، تا کنون به 22,000 تا رسیدن، به نظر هم نمیرسه که دیگه بتونن به 100,000 تا برسون تو این رابطه. الان این عزیزان که این شکل مبارزه رو در پیش گرفتن باید به ارزیابی بنشینند. اگر چنانچه در یک مبارزه‌ای تمام اون هدف نرسی، این به معنای این نیست که شکست خوردی. باید دلایل اینو بررسی بکنن و یک جنبندی ارائه بدن که هم تأثیر مثبتی روی اونایی که در این اقدام شرکت کردند بذاره و هم به دیگران چیز بده، یک دید روشنی بده، چه معلمان چه دیگر فعالین اجتماعی، که چرا نتونستن به 100,000 تا برسن و از این یه درسی بگیرن دیگر نیروهای فعال اجتماعی و در دیگر اقداماتی که همین معلمین باید در آینده انجام بدن از این استفاده بکنن، از نکات مثبت و منفی این تجربه. اما یک روندهای توشون، بحثای توشون جریان پیدا میکنه که یک مقدار به نظر میرسه که از عصبیت یا دلخوری و دلگیری در میاد، به معنای این که
روش برخورد با کسانی که با معلمانی که این امضا نکردن یک مقدار درست نیست، اون چیزی که من تو کانال تلگرامی میبینم. به جای اینکه بیاد ارزیابی بشه چرا معلمین امضا نکردن، یک نوع حالتی مطرح میکنن که میترسن نمیدونم فلان و از این جور چیزا میکنن. پس بنابراین همونطوری که آزادند این شکل مبارزه رو انتخاب بکنن، دیگرانی که با این شکل از مبارزه موافق نیستن و نباید باشون برخورد بد کرد، چون بخشی از اینایی که امضا نمی کنن برای اینکه با این شکل از مبارزه موافق نیستن، میگن این شکل متناسب با این شرایط نیست، یا نامه هایی که می نویسن و باشون موافق نیستن. اینا اول قرار نبود که اینو علنی بکنن، وقتی که با جواب منفی از تمام سقوه برای خود چیز کردن یا با وزارت خانه روبرو شدن، تصمیم گرفتن اینو علنی بکنن، یعنی میخواستن غیر علنی در گفتگو دادن با این قوا مسئله آزادی معلمان رو عملی بکنن. خب ولی نکردن، دیشتن. یا الان نامه ای رو که به عجیبی نوستن، خب خیلی هم مخالفن، میگن که الان همین قوه قضاییه داره مخالفان حجاب اجباری رو سرکوب میکنه، همین معلمان رو سرکوب میکنه، دیگر نیروها رو اجتماعی رو سرکوب میکنه. تو به رئیس قوه سرکوب میای مشخصا با این لحن صحبت میکنی، خب باش مخالفن. پس بنابراین حق این نیست که با اینا برخورد بد بشه. یا کسایی که به گمان نویسندگان برخی از این چیزها مکتوب ها در کانال تلگرامی که میترسن، خب حق هر کسی بترسه، کسی هم که اگه میترسه، فرض بر این بذاریم میترسه امضا نمی کنه، حقش این نیست باش برخورد بد بشه، باید تبلیغی باش برخورد کرد، ترویجی باش برخورد کرد، نباید یه جوری برخورد کرد اینو بیشتر به عقب راند. خب در مورد آینده شغلیش نگران، همه کس با ظرفیت کامل وارد مبارزه نمیشه. اون امروز اگر این امضا نمیکنه، نمیخواد دقیقا اسمش باشه، فردا به طور که اسمش آشکار نباشه در این مبارزه یا در اون مبارزه میاد شرکت میکنه. پس بنابراین این مسئله هم باید اینجوری باشه، کسانی که امضا نکردن و هر دلیلی که امضا نکردن، حقشون نیست باشون برخورد نادرست بشه. ما اینو یک بار در رابطه با کمپین کارگران پروژه‌ای مشاهده کردیم، صحبتش کردیم تو این رابطه، هرچند اگر در اون کارگران پروژه‌ای بخشن از روی داشمشتیگری لوتیگری میومدن این برخوردارو میکردن، در رابطه با معلمان این ما انتظار نداریم که با کسانی که در یک اقدام شرکت نمی کنن برخورد منفی صورت بگیره، بلکه باید برخورد تبلیغی و ترویجی صورت بگیره. در پایان هم باز هم میگم از کمپین حمایت میکنم و به تمامی دستاندرکاران این کمپین خسته نباشید میگم، و میگم که باید در ادامه مبارزه هر جایی هم اگر یک مانعی بود یا نتونستیم به اهداف ما برسیم، باید به ارزیابیش بشینیم و تا بتونیم در آینده از نکات مثبت و منفیش درس بگیریم. ممنونم ستار جان. به برخی از به اصطلاح نابسامانی ها، برخی چیزها رفیقمون علیرضا اشاره کرد، خودت هم دقیقا گفتید که یک سری رویکردها هم هست، ولی اساس اینه که این جنبش بتونه در واقع یک جنبش نیرومند مطالباتی و آزادی خواهی رو در واقع تدارکش رو سامان بده، و این تا حد زیادی این کمپین ها و این کارزارها میتونه این کار رو انجام بده، خصوصا در آستانه انقلاب جنایی و آستانه مهر و بازگشایی مدارس، خصوصا در شرایطی که حکومت همه امکانات و همه رویکرد خودش رو بر این گذاشته که با تصویه معلم‌ها، دانشجوها، استادان دانشگاه‌ها
و محدودیت های بزرگی که در بسیاری از خوابگاه ها و اینها ایجاد کرده، مثلا برای جنبش دانشجویی، مانع از این بشه که این جنبش بتونه اون شکل فعال سال گذشتهش رو بتونه تکرار کنه. چگونه میبینین این با توجه به رویکردهای سرکوبگرانه حکومتی، این رویکردی که توی جنبش معلمان و جنبش اجتماعی، جنبش بازنشستگان هست، اینو چجوری میبینی و فکر میکنی چگونه باید به استقبال اون در واقع هم اول مهر و خصوصا سالگرد قتل فجیع مهسا رفت؟ صداتون بسته است. ببین رفیق علیرضا خب یه سری مسئله مهم و مثبتی رو مطرح کرد، اما در رابطه با ارزیابی، این ارزیابی شده، من خلاصه ارزیابی رو میگم، حالا چه درست یا چه غلط. اول اینکه در یک سال گذشته با افزایش فشارهای امنیتی بر روی فعالین صنفی، بازداشت، احکام سنگین، عقب نشینی تعداد زیادی از معلمینی شد که سالها همکاران تک تک این اعضا رو به جمع فعالین کشته بودن. حالا این محافظه‌کاری و در لاک خود فرو رفتن به این معنا نیست که اینها دیگه بر نمیگردن. اینها همون کسایی بودن که در 6 ماهه دوم سال 1400 11 اعتراض سراسری در دیگه شهر رو دادن. این یکی از اون چیز. دوم، معیارهای گزینش معلمی در طی این سالیان طولانی بر مبنای یه سری فیلترهای ایدئولوژیکی و رفتاری قابل کنترل شکل گرفته که در نتیجه شکل خاصی از کارمندان اومدن، دیگه نیازی به توضیح بیشتری نداره که اینا اومدن چه کار بکنن، اینا این سیستم تحمیل کرده بودن. بعد مسئله سوم، مسئله در بخش زیادی از جامعه معلمان رخوت و بی‌تفاوتی توأم با منفعت طلبی وجود داره. این واقعیت رو باید پذیرفت که همواره در کنار گود بودن هیچگاه وارد عرصه هایی نشد. این بخش خاکستری بودن. این الان اینا بیشتر عقب نشینی کردن در این دوره. چهارم، اشخاصی هستن که ذاتاً وابسته به سیستم هستن و به دلیل عدم توان تحلیل و ترس از وابستگی اداری حاضر به دادن امضا یا همکاری نیستن که هیچ، در این شرایط رفتن با حاکمیت همکاری میکنن. خود در چنین شرایط پیچیده مالی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، معلمانی که سالها از تشکلهای رسمی کانهای صنفی محروم بودن، نتونستن بیان، به دلیل همین آزادی عمل در راه مطالباتشون، این وضعیت رو وضعیت تقریبا باید بگیم راکدی بر از منظر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی گرفت، کانونهای صنفی که شورای هماهنگی در اوج قرار بود. خب وقتی که شورای هماهنگی در چنین منگنهی چنبرهی اینا گیر افتادن و کلن زمینگیرشون کردن، تعدادی از معلمان از یه طرف همین امضای 22,000 که تاکنون شده و تعداد دیگه به عنوان کمیته کشوری به صورت مخفی دارن کار میکنن و یه بیانیه دارن بدونن که اسم بیاد. چرا به این، یعنی این حاکمیت اینا را هول داده به این سمت که به جای اینکه کانونهای صنفی که علنی بودن، شورای هماهنگی که با اسامی مشخص فعالیت میکرد، الان نتونه کار بکنه، نوع دیگه از فعالیت بیاد جلو. در بررسی هایی که این فعالین در استانهای مختلف، باید بگم تقریبا در تمام استانها توی این شورا که کمیته کشوری برای آزادی معلمان اسم کاملش هستن، اینا میگن اولویت رو باید بذاریم برای این. یعنی چی؟ بگیم که حاکمیت حق نداره در آموزش پرورش دخالت بکنه، آموزش پرورش حق نداره مرکز ستاد امنیتی برای رژیم باشه و این ترس رو ما بتونیم بذاریم. این اولویت رو گذاشتن. حالا شیوه کاری که کردن، ببینید
خب هر کس هر جنبشی میاد توانایی خودش رو بررسی میکنه ببینه چقدر میتونه محصر باشه. اومدن یه تجمع گذاشتن در مقابل، خب این صداش در نیومده، در مقابل دفتر الان اسمش یادم نمیاد که همون دفاع در حقیقت دولتیه، اما اینا شکایت کردن، در حقیقت رفتن اونجا چند فعال صنفی اعتراض کردن. بعد شیوه دیگه که گفتن الان ما سه شنبه های اعتراضی فرهنگیان بازنشسته که آینده اتفاق افتاده همین معلمان هم هست، اینا تصمیم گرفتن که برن تو اینا شرکت بکنن و شعار به آزادی معلمان رو بدن. اینا شیوه های مختلفی هست و این مجموعه شرایط در حقیقت یه حالت دفاعی نه حمله. الان باید این حالت رو گرفت که تا ضرباتی که حاکمیت قراره به معلمان بزنه رو کم بکنن. معلمان نقش بسیار مهمی در جنبش زن زندگی آزادی داشتن. یادتون باشه در همون اولین اعتراضات شورای هماهنگی اولین تشکلی بود که از انقلاب زن زندگی آزادی دفاع کرد، دانش آموزان رو تشویق کرد که بیان تو مدارس. اون دانش آموزان دختری که اون همه فعال بودن بالاخره دانش آموزان همین معلمان بودن. بنابراین اتاق فکر حاکمیت اینه که به هر دلیلی به هر طریقی منظورم بتونه این لیدرها رو، اونایی که سازمانده هستن رو در یه شرایط قرار بده که هیچ کاری نتونن بکنن. خب حالا اون چی میشه؟ فعالینی که میخوان این نفس رو جلو ببرن کمیته کشوری آزادی معلمان رو تشکیل میدن، گروه های کاری خانواده های زندانی رو تشکیل میدن، گروه های قضایی رو تشکیل میدن برای مشاوره، گروه های مختلفی هست. این گروه ها گروه های علنی هم نیستن و من به نظرم این شیوه با توجه به ارزیابی که الان داریم، نیمه علنی باید بگی نیمه مخفی به این شکل، یعنی بیانیه میبینیم با اسامی میاد اما کمیته کشوری به شکل دیگه ای بشه به دیگه ای که مجبورشون کردن این آدم ها بیان بدونن که اسم و رسم و مشخصاتشون رو الان میکنن فعالیت دارن میکنن و این اجبار به این نوع فعالیت های مثل فعالیت کمیته کشوری دفاع از زندانیان سیاسی بس باید با بسته به این شرایطی که حاکمیت براشون فراهم کرده. چند تا نکته دیگه بگم بعد دیگه تمام میکنم. خب یکی این که گفتم آموزش به خود سرکوبگر شدن و معیشت معلمان رو در هدف گرفتن، یعنی معیشتشون رو قطع میکنن و الان برای تبعید و تعلیق و همه این کارا آموزش پرورش داره میکنه. خب رتبه بندی رو گفتم که بر تمام این گزارشات از طرف آموزش پرورش رفته، گزارشات کذب و سلیقه‌ای، بازنشستگی پیش از موعد، کاهش طبقه، اخراج، تبعید، این مجموعه ادامه داره و شدت پیدا کرده. خب دیدیم که صدور جلب 4 نفر از اعضای کانون صنفی گیلان باز دیدیم، تیمور باقری کودکانی، غلام رضا اکبرزاده باغبان، طهماسب سهرابی، حسین مجله و عزیز قاسمزاده که موقتا اومده بیرون و اون مسائلی که مطرح کردن در جالبه در ارتباط با این معلمان. فرض کنیم استان گیلان گفتن که بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی و ماده 618 قانون مجازات اسلامی رو حالا ماده 500 چیه؟ میگه هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کنه به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم. ماده 618 جالبه، میگه که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکت های غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردن از کار چیز میشه، اخراج میشه. و در صورت این ماده 616 در حقیقت خود حاکمیت باید محاکمه بشه. در همین محرم آقا این بلندگوها رو اینقدر بلند میکردن که مردم نمیتونستن بخوابن.
آرامش مردم رو اینا گرفتن. خب کجا معلم مثلا با تومار گرفتن، مثلا با اعتراض به دستگیری و اعتراض به مدارس کهنه شده، اعتراض به آموزش رایگان، آرامش و آسایش مردم رو بند. خود رژیم را با حجاب مزاحم مردم. خب این حاکمیت که باید محاکمه بشه. این معلمان اگر به این مسائل، معلمانی که وارد میدون نمیشن، به این مسائل وارد بشن، باید بیان خود حاکمیت رو محاکمه بکنن این شرایط. و این اون چیزیه که سازماندهان این کمپین دارن مطرح میکنن. درست علیرضا، نباید از ادبیات غلط استفاده کرد و این از بحث کنترل خارجه. بعضیا خشمگین میشن، ادبیات نادرستی استفاده میکنن، نباید استفاده کنن. به جای این ادبیات باید برن با این معلمان تماس بگیرن، حتی با مهمونی رفتن، با نشستن، پارک رفتن، اینا رو قانع بکنن که همین بر اساس این ماده 618 که بهترین معلمان استان گیلان و استان فارس رو محاکمه کردن، ما میتونیم حاکمیت رو محاکمه کنیم. من صحبتم زیاد شد، میبرم. نه، اینکه خب به طور واقعی اینه که الان حداقل به قول خود شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان، اسماعیل عبدی، رسول وداقی، فرزانه ناظرانپور، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، امید شاه محمدی، عزیز قاسمزاده، محمود صدیقی پور، انوش عادلی، حسین رمضانپور، مهدی فتی در حال در واقع گذراندن زندانشون هم و برخی دیگه که باز احکام پشت سرشون رو برای گرفتن و این شرایط بسیار واقعا بغرنجی رو به وجود میاره. علی جان شما بفرمایید. من خیلی خوشحالم که رفقا به ارزیابی نشستن. میگم رفقا، معلمان کنشگران فرهنگی به ارزیابی نشستن. هدف ما اینجا این نیست که یک حرکتی رو، یا هدف من این نیست که یک حرکتی رو تضعیف بکنم. وقتی که یک نکاتی رو، یعنی اصلا باید این روش بیاریم در جنبش که به ارزیابی بشینیم. طرح نکات ضعف و قوت، همین مسئله رو ما در مورد هفته پهم داشتیم. وقتی که یک حرکت جریان داره، به محضی که انتقاد میشه، میشه که گویا میخواد حرکت رو تضعیف بکنه انتقاد. من نظرم اینه که دوستان واقعی در واقع میان نکات و ضعف مطرح میکنن برای برطرف کردن نکات ضعف. ما فقط بابا چشه بکنیم خب، که میتونیم اگه اون نکته ضعف بیشتر بشه. خب پس بنابراین اصل قضیه اینه. و بعضی موقع کسانی که بیرون از اون حرکت هم. بیرون از اون حرکت یعنی نه بیرون از کشور، چه در داخل چه در خارج، یک مقدار با فراغ بال فراغت بیشتری نگاه میکنن یا بدون حساسیت نگاه میکنن به نکات مثبت و منفی یک حرکت و اینو مطرح میکنن با امید اینکه این مورد استقبال قرار بگیره، نه اینکه به این حالت بشه که گویا کسایی که نقد میکنن بخوان اینو تضعیف بکنن. خب طبیعتا وقتی که در یک حرکتی یا در یک شکل حرکتی که نقدی که مطرح میشه، به معنای این نیست که ارزش های این معلمان یا حرکت های قبلی این معلمان یا اقداماتی که معلمان در قبل کردن و اونو در سایه قرار بده. اونا همه به قوت خودش باقیه، از اونا حمایت شده و کارشون درست بوده این حرکت کردن. ولی اینجا صحبت در یه دونه حرکته و با توجه به این که اینا این سابقه رو دارن، این تشکل رو دارن و معلمان هستن، انتظاراتی در آدم به وجود میاد، اینی میاد مطرح میکنه. مثلا همین نکته ای که ارزیابی هایی که رفیق ما ستار برشمو، خب این نشون میده که بهتر بود که نام 100,000 انتخاب نمی کردن. اگه همین ارزیابی باشه که این نکاتی رو که مطرح بود، این قبلا هم وجود داشته. اگه بر بستر این ارزیابی می اومدن، این نامو انتخاب نمی کردن و در همین حد باقی می موندن. یا اینکه مسئله اینی که کسایی که
مخالف این شیوه هستن و امضا نمی کنن، برای اونا هم باید حق قائل بود. اونا هم معلمانی بودن که در این حرکت ها شرکت داشتن، کنشگران فرهنگی بودن که در حرکت های گذشته سال 1400-1401 شرکت داشتن. بخشی از اینایی که امضا نمی زنن، اینا هم باها پرداختن در این رابطه. پس باید بحث رو در مورد همینم برای آینده دامن زد با دید باز، بدون اینکه به کسی انگ زد و اومد بخواه اون مخالف حق همه است، مخالف این شکل یا اون شکل باشه، اون مخالف مبارزه نیست، مخالف اینکه با این حاکمیت برخورد کردن نیست، اون مخالف مبارزه در راه دستیابی به مطالبات نیست، این شکل قبول نداره. بس با اون هم باید بحث کرد، با اون کسی هم که مثلا میترسه، خب این حقه که بیاد مثلا با این چیزشو از دست بده، باید همونطوری که ستار ما در آخر حرفش گفت، با اون به گفتگو نشست، کار تبلیغی ترویجی، یعنی نه تنها معلمان، فعالین کارگری، همه وقتی که توی در یک واحد تولیدی، در همین الان فرانسش که تشکل وجود داره، وقتی که اعتصاب میشه تک تک کارگران موجود در اون واحد صنعتی که نمیان در اعتصاب شرکت بکنن، یه بخش متشکل شرکت میکنن، بخش دیگر نیستن، این بخش متشکل روی اونا کار میکنن، تهدیدشون که نمیکنن، که میرن روشون کار میکنن. حتی مواردی هم اینجا شده که تهدید کردن با عکس العمل منفی روبرو شده. پس بنابراین من خلاصه بکنم، باید روشی رو در جنبش در اعتراضات به کار ببریم که با هم دیگه بحث بکنیم، موافق مخالف تو این رابطه، برای تقویت مبارزه. نقدی هم تمرین دموکراسی، تمرین گفتگو و چیز به طور واقعی وجود داره. واقعیت چیه که این جنبش ما جنبشی که جنبش های مختلف و انقلابات متعددی روی توی 40 سال در واقع شاهد بوده که از روی کردها و چیزهای مختلفی گذر کرده، تا حد زیادی خصوصا این انقلاب شینایی و این خشونت سازمانیافته و ویرانگری سازمانیافته حکومتی بسیاری از مردم رو از همه بسیاری از شیوه ها باز میداره، یعنی روی کرد دیگری رو میطلبند. به این لحاظ باید رفت روی این که روکت‌های متعدد، راهکارهای متعدد رو آورد و کاری کرد که فشار این جنبش و کار این جنبش تقویت بشه، پیش بره، مسئله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی همه معلمان و فعالان اجتماعی و مدنی و سیاسی ممکن بشه، این حکومت به عقب رانده بشه و بتونه اون نظام که بر پایه زن زندگی آزادی و مطالبات انسانی بود بتونه پرچم خودشو بر این ویرانه‌هایی که حکومت اسلامی داره بر جای میذاره بتونه بذاره. قطعا این گفتگو در واقع پایان گفتگوها نیست، آغاز گفتگوها و ادامه گفتگوهایی که ما با هم داریم و امیدوارم بتونیم با فعالان دیگر جنبش کارگری هم داشته باشیم. سنت های مختلفی در برخورد با فعالینی که نمیان شرکت بکنن هست، در انگلیس اتحادیه کارگری هست، در فرانسه هست، در انگلیس یه سنتی هست که وقتی اعتصاب میکنن میان پیکت لاین میگن میذارن، یه صفی درست میکنن جلوی محل کار. مثلا در کالجی که من تدریس میکردم اعتصاب میکردیم، اجازه نمیدادیم اون اعضای اتحادیه ما این پیکتلان رو بشکنن، اگه پیکتلان رو بشکستن یعنی بیان از ما عبور کنن. میگفتیم این کار رو نباید بکنید، شما عضو هستید و حق دارید که حق باید بیان شرکت بکنید. براشون توضیح هم میدادیم، ولی اگه میرفتم تو یه سری هوشون میکردن. این دیگه از میدونی اون خشمیه که میاد میگه مگه ما برای تو داریم تانک عضوی، چرا این کارو نمی کنی؟ این کارو در ایران هم
باید سنت هایی جا بیفته که وقتی کمپین هایی را میفته بگن این کمپین ها بر اساس فلان مواد قانونی، بر اساس فلان مقرراتی که کانون های صنفی تعیین کردن شما باید بیان شرکت کنید و باید برایشون توضیح داد. خب من با اون هو کردن مخالفم، ولی باید رفت به اون فرد گفت که چرا تو که در تمام اعتراضات می اومدی الان نمی امضا بکنی، قانون شکرد که باید امضا کنی. درود بر شما عزیزان و شما بینندگان برنامه تریبون کارگری که این برنامه توجه کرد، براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو. امید که شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی و معلمان زندانی باشیم. از این کمپین و کارزار دفاع از معلمان زندانی حمایت کنیم. شاد باشید.